برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف روز دوشنبه اعلام کرد که کودکان در شاخه آفریقا در بحران بی سابقه ای از گرسنگی، آوارگی، کمبود آب و ناامنی زندگی می کنند. بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال در این منطقه دچار سوء تغذیه هستند و به کمک‌های تغذیه‌ای فوری نیاز دارند و بیش از 1.9 میلیون پسر و دختر در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه شدید قرار دارند. در همین راستا محمد فال مدیر منطقه یونیسف در شرق و جنوب آفریقا گفت بحران در شاخ برای کودکان ویرانگر بوده است. نیروهای حشد شعبی 40 بمب انفجاری و یک مین ضد زراح را در الانبار کشف و ضبط کردند. به گزارش العهد نیروهای حشد شعبی عراق موفق شدند 40 بمب انفجاری و یک مین ضد تانک را در شرق الانبار خارج کنند. نیروی مشترک از تیپ 27 و گردانهای مواد منفجره طی یک عملیات مشترک با ارتش عراق 40 دستگاه انفجاری و مین ضد زرح را در منطقه الگرمه در بخش عملیات شرق الانبار خارج کردند. اتریش در سال گذشته شاهد 1324 مورد نژاد پرستی و اسلام ستیزی بوده است. بر اساس گزارش 2022 درباره نژاد پرستی ضد مسلمانان که توسط مرکز اسناد و مشاوره اتریش برای مسلمانان منتشر شد، 15.2% از افرادی که در معرض نژاد پرستی، حملات کلامی و فیزیکی ضد مسلمانان قرار گرفته‌اند مرد بودند، در حالی که بیش از 2 برابر یعنی 42% زن هستند. در این گزارش آمده است که ویان پایتخت با 112 مورد بیشترین تعداد رویدادهای نژادپرستانه را داشته است و تاکید می‌کند که این رکوردها تنها بخشی از کل حملات را منعکس می‌کند. مشاور هوش مصنوعی در سازمان ملل متحد در مورد استفاده مخرب از فناوری جدید جعل عمیق دیپفیک که در آن هوش مصنوعی میتواند تصاویر غیرواقعی اما بسیار نزدیک به واقعیت تولید کند، هشدار داد و گفت که سیاستگزاران باید برای محافظت از مردم بیشتر تلاش کنند. نیل ساهوتا کارشناس هوش مصنوعی مستقر در کالیفرنیا که به عنوان مشاور سازمان ملل خدمت می کند گفت یک دوقلوی دیجیتال اساساً یک نسخه از چیزی از دنیای واقعی است. دیپ فیک ها تصویری آینه‌ای از دوقلوهای دیجیتال هستند، به این معنا که بدون اجازه شخص و معمولاً برای اهداف مخرب و برای فریب دادن کسی یک ماکت دیجیتالی از وی ایجاد می شود.